آسمانم انتهایش مال توست مهربان این آسمان از آن توست آسمانم هدیه از سوی من تا بدونی قلب من هم یاد توست اینجا برنامه زندگی است صدایم را از عمق قلبم میشنوید این تنها یک احساس کوتاه نیست یک سخن هم نیست اشق است که نسبت به شما میورزم روز شنبه تان بخیر خوستند استم که با سپری شدن پنج شنبه و جمعه باز هم از طریق این برنامه خدمت گذارتان هستم و چنانچه عرض کردم امروز روز شنبه و اولین روز دیدار ما با شما خوبان هست و بزرگوار را با خود دارم یک جمله را به خانش میگیرم بعدش معرفی مهمان برنامه حاضر مردان بزرگ مانند شهاب هستند که می سوزن و جهان را از نور خود روشن می کنند و مهمان امروز ما چون این شخصیت است که جهان را از نور خود روشن ساخته کسی نیست بجوز احمد سعیدی استاد دانشگاه که امروز افتخار حضور ایشان را به برنامه خود دارم بسیار خوش آمدید جناب استاد سپاسگزارم استاد بزرگوار خلاف جهت باید بگویم چون معمولا شما با برنامه های سیاسی حضور به هم میرسانین و امروز برنامه اجتماعی و یک برنامه خودمانی صحبت ها هم روی خاطرات داشته ها و آنچه که تا حالا یاد نشده از زندگی زمان طفولیت شما آغاز میکنیم اگر موافق باشید با سلام برداشت سیاست از اجتماع هست آدم در اجتماع نباشه دست به کاربرد سیاست هم برده نمیتونه من در حدود شهست سال قبل در ولایت غور در رسولی تیریوره یک قریه است که به نام سمشک یاد میشه در یک خانه ای که در یک خانواده ای که اکثریت مطلقشان تعلیم یافته یا واسبات بودن متولد شدم. دوره ابتدایی را به ولایت قور لیسه یخن اولیا خوندم دوره سانوی را در هرات دانشگاه را در کابل و در سالهای اخیر با بسیار خوری دوره ماستری را در حقوق و علوم سیاسی سی در خارج از کشور و حال افتخاری معلمی استادی را در دانشگاه دارم جناب استاد چه انگیزه شد که شغل استادی را بر خود انتخاب کنی؟ من قبلا هم معلم بودم حوادث توری آمد که ماموریت‌های های مختلفی را انجام دادم خیلی ماموریت‌های های اگر من از سال 55 و 56 شروع کنیم ماموری های مختلفی رئیس و مدیر و سرکاتب و مامور و بالاخره در س... همه همه در بخش تعلیمی و تحصیلی بله زیادتر ولی خدماتی هم بوده ولی در سالهای آخر دیپلمات بودم ولی کارمند وزارت خارجه بودم در بیرون از کشور و وقتی که از بیرون کشور پس آمدم در سالهای آخر یعنی با حکومت و وضعیت طور شد که مدت کنار رفتم کار شخصی کردم و مشکلات اقتصادی و سیاسی علاقمندی هم که داشتم پس به اون وظیفه قبلی خود که استاد دانشگاه بودم پس رفتم بطور کار است و چه زمانی به سیاست روی آوردین؟ بله به سیاست چه زمان روی آوردین؟ ببینین سیاست هنر زندگی است شرایط عینی و ذهنی افغانستان گاهی آدم مجبور میکنه که ای را گام برداره اگرچه سیاست کلاه خسروی است اما به ترک سر نمی ولی گاه و بیگاهی به خاطر خدمت وطن یک آرزو بوده و ضمن من هم رشته ایم علوم سیاسی بوده می خوندم حتی تقریبا فامیلی ما که بدون شک شما پرسان میکنین ما الحمدلله خانمی دارم که دارای تحصیلات است و قبلا معلم بوده بسیار زندگی خوب و خوشی داریم و چهار فرزند دارم که دو دختر و دو پسر میشه نام دخترها رو اول میگیرم دخترای شما بزرگوار هستین جناب سید دختر ما یک هر دو دختر ما لسانس هستن که یکی دیر روزا پشت دوره ماستری خود به خارج میره و یکی دیگه بعد از لسانس روسی کرده خارج کشور و دو پسر یکی در روابط بین دکترا داره کار بیرون کشور کار میکنه وظیفه رسمی داره و پسر دیگه هم فارق حقوق است که ان بزودی او هم به خاطر تحصیل به دوره ماستری خواهد رفت زندگی ما قنیمت است یعنی همه در یک مسیر روان هستیم بگم و مسیر بسیار خوب گاهی تو شده که یک اصطلاح اومانی بود میگفت که پسر را که برو کار بابای تو بکن گاهی همون تو شده در زندگی علاقه مندی وجود داشته ولی اینا هم علاقه گرفتن چرا جناب سعیدی در دنیای سیاست چقدر متفاوت از دیگر سیاست مداران می اندشن؟ در علم سیاست نشیب و فرازی داره بعضی دست در کاران سیاست سیاست به خاطر اهداف شخصی به خاطر منافع شخصی تعبیر میکنن بعضی در کاران سیاست فریبونده سیاست میکنن وقتی که اهداف دست آمد دیگر اون که وحده دادن پشتش نمیگرن چون چی؟ همه حکومت وعدت ملی به همی رعبران هم در جریان انتخابات بسیار وعده های شرب و نروی دادن ولی حال پشتش نگشتن ولی به اقیده بهترین سیاست است که به مردم خود به ملت خود همونطور که آدم باورمند است که به خدای خود راست باشه به مردم خود هم راست بگه اون چی که حقیقت است و در سیاست ترسیدن و جبون بودن هم کاری درستی نیست یک کمکی باید همت داشت و یک کمکی ابتکار کرد در راه خدمتگزاری به مردم پیچ و خم سیاست چقدر شما را متاثر ساخته؟ من خیلی در سیاست به اصطلاح آمیانه نامردی ها ها و خیلی فریبوندگی را از طرف بعضی ها دیدم بسیار کسایی دیدم که در روزهای دشوار ما یار جانیشان بودیم اما وقتی که به قدرت رسیدن دوست و یار آشنا را فراموش کردند اینها اینها سیاست مدار بودن یا سیاست گذار و سیاست دان؟ من فکر میکنم که ظاهری امر ظاهری سیاست گذار ولی سیاست به خاطر اهداف شخصی ما یک رنجی دارم که با شما شریک میسازم در افغانستان ما زیادتر زیادتر تازه سیاست مدارا فصلی موسومی سیاست میکنند منافع شخصی را بر منافع ملی مقدم میدانند وقتی که اهداف خود در فصل سیاست و موسوم سیاست به دست آوردن باز لباس دیگری می پوشند و قواه دیگری بر تن می کنند و حرکت دیگری می کنند بنابراین به او اساس مرنگ دارم ولی اگر همه سیاست مدارای ما صادقانه به خاطر ارزش و معیارهای انسانی برای وطن می سنجیدن کار خوبی بود جناب استاد روی سیاست خیلی پیچیدیم خوب است یک تعریف داشته باشیم از سیاست سیاست به باور ما هم علم است هم هنر سیاست به این علم است که یک ارزش است یک معیار است اگر ظاهرا از نگاه جسمی فزیکی نداره ولی توسط او می توان آدم چیزی را به دست آورد و در خدمت مردم قرار داد که او قدرت است و هنرش ای است که سیاست مدار باید ارزش ها و معیار های سیاسی را درکی که سیاست داره او را در خدمت مردم خود قرار بده و طوری حرکت کنه که اون ارزشها ها بتانه بر منافع ملی مؤثر واقع شه ولی بر علاوه که هم علم است و هم هنر ولی گاهی سیاست فریبندگی های هم داره مولی های هم داره به اقیده که سیاست مدار برای به قدرت رسیدن به خاطر مقام باید سیاست نکنه اگر میکنم قدرت را در خدمت مردم بگذاره اما سیاست مداری که به خاطر قدرت رسیدن خود و علی منافع مردم مبارزه میکنه اون سیاست مداری نیست فقط حرف میان تهی است که میزنه خب در جغرافی های افغانستان کدام که این جایگاه قدرت داره خب بیشتر راد در سیاست افغانستان بودن که نام های زیادی دارن لازم نخواهد بود که از الف تا یا همه را نام بگیره آدم. هم در راه اسلام هم در راه خدا هم در راه وطن گام های موثری برداشتن ولی تا هنوز تا هنوز که هنوز است در این سالهای آخر سیاستمدارای ما اون چی که گفتن عمل نکردن اون چی که وعده دادن به اون وعده خود پابند نماندن متعهد نبودن بهترین سیاستمدار شخصی است که اون چی را که میگه به اون متحد باشه و به با اون عمل کنه اگر عمل نمیکنه بزرگواریش است که در پیشگاه مردم بگو یک اون چی که من گفته بودم نتونستم از شما معذورم مرا عفو کنید و آدمی ترسو نباشه بسیار سلامت باشین دوستانی که تازه به زندگی پیوستین افتخار حضور جناب احمد سعیدی استاد دانشگاه را با خود دارم و صحبت ها هم پیرامونه ها و فعالیت هایشان در گذشته <تصفح> و همچنان حالا و یادداشت ها و خاطراتشان و در ضمن آنچه که تا حالا صحبت نشده جانب استاد یک بار مورد حمله هم قرار گرفتین دلیلش چی بود؟ هرچند از دوربین های مختلف صحبت شده ولی آنچه که صحبت نشده با بیننده های زندگی او را شریک بسازیم همه یک و دو مرتبه مورد حمله قرار گرفتم ولی حمله سال گذشته خونین تر و کشنده تر بود مرا طالب و القایده مورد حمله قرار نداده ستون پنجم در داخل نظام ما پنجم تعریف میکنم اشخاص و افرادی هستند که موترای سیا دارند کارت مسئولیت موترشان وجود داره در عمل و در قلب با توریستا هستند و در داخل نظام میخوان نظام از ریشه خوش کنند اونها مرا مورد حمله قرار دادن رئیس جمهور آقای قینی به من وعده داد که شخصا ما شما را بررسی میکنم و تا هنوز مانند وعده های سری سر که به مردم داده بود به اون وعده ها رفت و حال عمل نکرد دو نفر به اتهام مه که اونا را نیروهای داخلی گرفتار نکرده نیروهای خارجی گرفتار کرده حال در بگرام هستند ولی دولت از اونا تحقیق هم نمیکن بعد از او وعده دوباره آقای غنی با شما دید و باستید داشتن؟ بله آقای غنی به ما دید مانندی که آدم میگویه که دیگه گریه نکن تو چاکلت میتوم شیرین است بخور آقای غنی مرا گفت که آدم خوب هستی برو پناهنده شو یا بیا کدام جای سفیر یعنی, یعنی شخصا از شما خواستن که پناهنده بله یا بیا کدام جای ما تو را سفیر یا چیزی مقرر میکنه جواب شما چی بود ما گفتیم که من هرگز وطن خود ترک نمیکنم این وطنی من است ولی سفارت را آدم باید در بدل خدمتگذاری بدانه با این وضعیت من هرگز موفق نمیشم که مستر خدمت بشم به خاطر که حال در اکثر سفارت خانه ها اون را که از طرف رئیس جمهور موظف میشه کارمندای دیپلماتیک نیستن سیاست مدار نیستن 65 ساله تقاعد میتونه و ساله را مقرر میکنه کاکای خوده آقای چی قیوم کوچی را و یا هم بنان با همچو وضعیتی با همچو حکومتی کار کردن غیر از خجالت دیگر چی توفعی خواهد داشت؟ وسی وضعیت تان فعلا چطور است؟ ها. یک گوش ما آواز نمیشنوه گوش دیگری ما میشنوه گاه و بعضی وقتا یک نوع عصبانیت به پیدا میشه چون یک پارچه ایش تا هنوز مونده و کشیده نشد ولی الحمدلله روزگار است میگذره چی خدا را شکر زمینه مساعد نشد برای تداوی شما بیرون از کشور؟ خب اول خب اونقدر میلیاردر و اقتصادی نداشتم تداوی خارج هم قیمتی بزرگی بسیار سپاسگزارم بزارم مرا کمک کردن دو دفعه رفتم ولی یک پارچه در جایی بود که امکانش نبود امکانش نبود خطر داشت دکتر گفتن یک سال یک و سال دیگه هم باید حوصله کنیم یک و دولت هم تقاضا داشت که ما شما را تدارید کنم. نخواستم من ندار حکومت باشم دولت بود نه نخواستم من ندار حکومت باشم دوستای شخصی مرا کمک کردن که از اونا تنها من نشدن؟ برای من ندار شدن من خیال میکردم که دولت میخواد گناه خود و کمک می بپوشه من قبلا هم گفته بودم که ستون پنجم در داخل نظام که شاید دولت همونا را بشناسه خب گناهشون پوشیده نشد و خاطر جبرانش چه باید کرد؟ شما از کی چه میخواییم؟ من آدمی اول نیستم که مورد سوی قصد قرار گرفتم ببینین بسیار کسا به شمولی استاد ربانی و صدها نفر دیگر که آلا ما صحبت بکنیم تلویزیون نور در راه میوطن تو رستان رو شهید کردن اگر قاتلین یا کسانی که حمله کردن به جان اشخاص دیگر پیدا شد از من هم پیدا بشه مطمئن باشین که از دیگر که پیدا نشد از بخیرگیز نمیشه یعنی, یعنی این قتل های زنجیری همه بر میگرده به ستون پنجم که به داخل دولت تکرار مقام هستن اه در اه در اسپانیا در, حض... در سالی سال حکومت سر قدرت و ستونی پنجم در داخل ستونی پنجم کسانی میگن که اونا در داخلن اما وقتی که از بیرون هجوم شد اونا در داخل نظام چپه میکنن حال هم یعنی منتظر فرصت هستن بله حال هم طالب القاعده و ها در داخل نظام از داخل ارگ یعنی از دور چوکی رئیس جمهور گرفته تا رئیس اجرایی و مصالح صدها هستن انتظار هست که کی طالب به کابل داخل بشه که ما از داخل ضربه بزنیم اینا ستون پنجم هستن اما م به یک هستم که همی عملات انتهاری که میشه انفجار که میشه اینا به موترهای میایه که موترها سیاه است هیچ حق تلوشیش نداره کارتی نمبر او و بی و سی داره ترست میاره و اینا ستون پنجم هستن در غیر تو هیچ تورستی به ما از وزیرستان به جان خود بسته کنه که بیاید به شهر نوان فجار بده این ستونی پنجم میکنه و اینا اکثر مشاورین رئیس جمهور و مشاور رئیس اجرایه هم هستن اکثر زمانی که, زمانی که آقای عبدالله و آقای غنی آمدن پیش شما و با شما دیدار داشتن این موضوعات را با آنها شریک ساختین؟ آقای غنی آمد، آقای غنی آمد، من این را با او شریک ساختم او وحده کرد سوگند خورد که به شرف و تو قسم میخورم که به زودی اونا رو پیدا میکنه هرگز پیدا نکرد بعض از خارجی ها خارجی ها دو نفر از تروست ها رو گرفتن کال در بگرامن ولی تقیق نکرد ولی آقای عبدالله از احوال من ننگ کرد و طوری که من هم حال از اون دارم خب گذشته از این همه مشکلات که صدر راه شما آمد می در رابطه به ناگفته های دیگر شما ای کاش افغانستان صاحب امن شد ای کاش همه مردم ما با اعصاب آرام بدون انتحار و انفجار در راه تعلیم و انکشاف و آبادی کشور خود گام داشتند. باورهای می است که جنگ افغانستان جنگ بزرگی است افغانی و منطقوی فرا منطقوی هست این حکومت وحدت ملی و سایر کسا توان ازی ندارند که این جنگ را مهار کنند آرامش بیارن من به هستم که امریکا و بعض کشورهای غربی دیگر به شمول گروه های تروریستی مزدور این جنگ هر دیگر دو سه دیگه هم دوام, دوام میتن دو سه دیگه هم مردم افغانستان خون خواهد ریختن تا خاطری که اهداف دراز مدت کشورهای غربی در افغانستان به سرمنزل مقصود برسند حالا هدف از خون ریختن دو سه افغانستانی ها چه میتونه باشه؟ رقابت های منطقوی و منطقی یعنی رقابت بین روسیه، امریکا، چین، فرانسه رقابت ها اقتصادی، سیوسی، امریکی، جا ها، ناتو سیستم یک قطبی اینها تنها نمیدن که به با افغانستان باشن و امنیت بیاورند. یعنی یعنی بین ای همه جا ها و رقابت ها افغانستان قربانی ببینی. هست؟ امریکا علاقمند است عاشق است که در افغانستان مدت یک دو سه دقیقه هم بمانه بنابراین به خاطر حضور خود در افغانستان ضرورت داره که در افغانستان جنگ باشه و شورشی باشه تا مردم افغانستان بیشتر دست و پا کنن که شما اینجا تشریف داشته باشید نروید دوم امریکا علاقمند است که به اوسیای میانه اهداف خود برسانه از طریقی من بی با اقیده استم که یک و دو از بدخشان و کنر سقوط خواهد کرد و قندوز دهلیزی ترانزیتی به خاطر توریسم با میانه خواهد بود و ای ما قندوز بگیریم و پس گیریم ای راه حل نیست و این دولتی همی هم که هست هیچ توانی نداره هیچ توانی از را نداره که جلوگیری کنه ما حتی بعض سیاست های میکنیم که بسیار در داور است به استاد سعیدی توان مهار کردن جنگ را نداره و یا اراده ایش را نداره اختیار مهار کردن نداره شما ببینید یعنی صلاحیت در دستشان نیست در نی اگر باشم توانش ندارن چون حکمت، حکومت دستشون دست و از طرف دیگه من به شما عرض میکنم که ما با چی وقتی که 80 فیصد بودجه ما رو بیرونی ها میتن آنانی که نان دهن فرمان دهن ما چی کرده میتونیم به دست صلاح وزو، محمد ازو دیگه ازو ما چی تصمیم گرفتیم فکر نمیکنید که ماده قانون اساسی نقض شده گفتین که حکومت دست نشانده است من برای علاوه که نقص میگم من میگم که رئیس جمهور هر محاکمه ای که مرا میبرن از طریق تلویزیون شما میگم رئیس جمهور مشروعیت سیاسی نداره از نگاه قانون سیاسی و رئیس اجرای مشروعیت حقوقی نداره هر محاکمه ای که میبرن ما است از نگاه قانون سوسی. به خاطر اینکه رئیس جمهور باید برآمده از انتخابات باشه خب به، ام، ام، حکومت وحدت ملی که دو نفر در رأس و قرار داره اینا بیرون شده است همچه هم نامی،, هم نامی به حکومت وحدت ملی در کجا قانون سوسی شما و ماده شو بگم بابا من همتون نامی نو میشنم خب اینها بدون مشروعیت و کرسی ریاست جمهوری ریاست اجرایت تکیه باز تکرار میکنم از نگاه قانون سوسی قطعا مشروعیت ندارم قطعاً با این وضعیت افغانستان با کجا خواهد رفت؟ تکرار میکنم اولا گفتم که تا وقتی, ا... تا وقتی, تا وقتی که نیست، تا وقتی نیست. که امریکا تا وقتی که امریکا به اهدافی که در آسیای میانه داره نرسه تا وقتی که اهداف دراز مدتی را که در منطقه دنبال میکنه حریفا رو مهار نکنه جنگ در افغانستان ادامه خواهد داشت شما میدونین که حالا جنگ از خانه قربی ها بیرون شده در خانه ما است بنا افغانستان تخته شطرنجی است که دیگرها در روی این تخته یک دیگر خود کشتماد میکنند کشورهای بزرگ که دارای قدرت هستند چه نقش را میتونن ایفا کنند ببینید امریکایی که راکت های قاره پیما داره امریکایی که میتونه یک روز چندین کشتی را مهار کنه و سلام و مهمات پیشرفته داره او نمیتونه ده تا طالب مهار کنه او نمیفهمه که قرارگاه حقانی در کجا است او نمیدانه که گروه طالب در کجا است ما براتون میگم که نمیتو جنگ در افغانستان طوری دوام میتن که دولت هم سخود نکنه طالب هم سخود نکنه تا دولت بسیار مزدور و دست بسته باشه شما ببینین پینجا تا طالب امی امی دایشی که از عراق میایه امی که داره همین رنجرایی که داره همینا رو او بکر البغدادی ساخته یا طالب همین چیزایی که به قندوز راکت داره لنجر داره تانگ داره اینا رو هم طالبا ساخته پس اینا کمک کجا و همی ها هست همین قربی ها هم ما را کمک میکنن هم تروریستا را کمک میکنن به خاطر اینکه اینجا بمانند و ما در داخل نظام اشخاص و افرادی داریم که به اشاره قربی ها تروریستا کمک شما سلامت باشین بیننده های خوب زندگی افتخار حضور جناب احمد سعیدی استاد دانشگاه را با خود داریم حدودا دو دقیقه از برنامه امروز ما باقی مانده و با پیام استاد را میخوایم احترامان از مردمی بزرگ سرفراز مردم مسلمان و با شرف افغانستان زن و مرد خرد و بزرگ تغاظا کنم که دی وقتا متاسفانه نظام زمامداران تعصبات قومی و زمانی را خیلی دامن میزنند پشتون تاجیک هزاره ازبک ترکمن پشتون کی از تاجیک کی از هزاره کی از ازبک کی از ترکمن کی است همه برادر یک دیگر است میخواهند از تضاد قومی از آب گلالودی تضاد قومی نظامداران میخواهند موهی بگیرن نفرین بفرستین به کسانی که این تزاد را راه انداخت افغانستان را بدون وحدت بدون یک پارچگی مرد هرگز شما نجات داده نمیتون سوم اگر توقع داشته باشین که این زمامداران در راه سعادت شما گامی بر میدارن در قدم اول باور ندارم که بردارن اگر ور هم بذارن نه توانش دارن نه اختیارش دارن و نه کاری کرده میتونن بوزی ها بوزی ها بیرونی است این جنگ جنگ افغانی نیست این جنگ جنگ افغان ها نیست بلکه افغان ها هیزومی هستند که با این تندور سوختانده میشن متاسم. و دیگرها با در ایام سردی خود با این تندور گرب میکنن نان خود گرب میکنن بلان تا وقتی که ما برادر نشیم با یک در خواهر نشیم ما نمیتونیم افغانستان نجات نمیخوام شما رو به تشویش اندازم خیلی خوشبینانه خواهد بود که شما فکر کنین که یک سال یا دو سال دیگه جنگ ختم میشه حتمی نمیشه و یک چیزی که بسیار دردآور است شما شنیدین که دولت توافق کرده که 80 هزار مهاجر شما از اروپا به زودی برمیگردن و یک مقدار اروپایی پول دادن دکتر قنیلا اگر همی 80 هزار مهاجر سالانه هر کدوم یک هزار دلار یا 500 دلار به فامیل خود رای میکردن چی قدر بشد؟ افغانستان ایرا کسی محاسبه نکرده بود حضور 80 هزار مهاجر آمدن به افغانستان بحرانی خواهد بود که بسیار کمرها را خواهد و مهار کردنش کار دشوار است؟ نه دولت اراده داره و نه توانش داره اگر اگر اراده شم داشته توانش نداره دولتی که همین از صد هز... در حدود 100 هزار نفر بیکار داره دولتی که به ب... مامورین سرگردانند معاش نیست به هفته ها به قوات های مسلحش در پوستهایی که دفاع میکنن او اونا نمیرسه مثل بازگیز تسلیم میشن او میتونه هجداد... هشتاد هزار نفر دیگر سرپناه بته یک گپ بسیار تفلانه است و خیلی نابخردانه است که ما باور کنیم و اما آرزو میکنیم که این همه بحران ها مهار شود از سپاس از حضور شما به برنامه زندگی اگر شبه. نیت و صداقتی بودی میشد ولی من متاسفانه اون نمی نمیبینم سلامت باشین شما سلامت. عمر میخوایم براتون خوب برنامه صحبت های ما بود با جناب احمد سیدی استاد دانشگاه و ناگفته های که از طریق این برنامه گفت سپاس از حضور همرو یک گرمتان شما را به تعالی مانت میکنم تا فردا و برنامه فردا در پناه خدا باشیم.